بینندگان گرامی، درود به شما. در برنامه این هفته دیدار با هنرمندان و نویسندگان ایران در تبعید گفتگویی داریم با ساقی قهرمان، نویسنده و شاعر، درباره داستان و شعر. ساقی قهرمان گرامی، سپاسگزارم که دعوت من رو برای این گفتگو پذیرفتی و به استودیوی کومل آمدی. ممنونم آقای سلیم. من متاسفانه پیش از این زیاد با کارات آشنا نبودم و از وقتی که آدرس وبلاگ تو گرفتم و به این کارها رجوع کردم، در همین چند روزه تونستم طبعا نگاه سرسری به مجموعه کارات بندازم. بنابراین اگر در ضمن پرسش هام مطلب رو من درست نفهمیده بودم، خواهش میکنم خودت من رو اصلاح بکن و در هر حال اگر برداشتی رو اشتباه کردم از کارات رو توضیح بده. در صورت حالا اگر اجازه بدی ما گفتگونو شروع کنیم. اگر دلت میخواد خودتو یه کمی معرفی کن، بگو تا حالا چه کارهایی نوشتی و چه کارهایی که در این زمینه های ادبیات شعر کردی. حتما، ولی یه مقدار الان توی این موقعیت عجیبه که من خودم معرفی کنم. فکر میکنم من ساقی قهرمان هستم برای تعداد خیلی زیادی از شنونده های شما کافی باشه، برای اون تعدادی که کافی نیست. من ساقی قهرمان هستم. از حدود سال 97-98 اولین مجموعه شعرم منتشر کردم، بعد از اینکه ما به فضایی رسیدیم که امکان انتشار ممکن بود. 4 مجموعه شعر دارم: از دروغ و جنده، یعنی جان میبخشد به ساقی قهرمان، همین دست من است و دست به من میبرد، یک مجموعه داستان به اسم اما وقتی تنهایی گاو بودن درد دارد. ترجمه میکنم، مقاله مینویسم و به مدت 2 سال سردبیری مجله چراغ، مجله دگرباشان جنسی ایرانی رو سردبیری کردم، قبل از اینکه سردبیری به سردبیر بعدی رامتین شهرزاد و بعد حمید پرنیان و بعد شروین دریادار برسه دست به دست. بسیار خوب. من فکر میکنم که این حد اقل برای اینکه بینندگان برنامه با شما آشنا بشن حدوداً کافی باشه. طبعا در طول این گفتگو بیشتر با چهره شما در عرصه شعر و داستان آشنا میشن و نقطه نظرات شما رو بهتر درک میکنم. من در کل که به کارات نگاه میکردم، دیدم کارا در مجموع، چه شعر چه داستان، بیشتر در این زمینه ها کاراتو نگاه کردم، دیدم اینا در مجموع در اون ژانر یا اون نوع ادبی، ادبیات نوع، یعنی نوع منظورم اون چیزی که الان در حال حاضر در میان زنان نویسنده ایران به ویژه مطرحه و از نظر من این یه خصوصیت داره، این ادبیات تازه که در ایران توسط زنان نوشته میشه، و اون خصوصیتش هم اینه که در واقع یک نوع رویدادگرایی بیشتر توشه و بیشتر از توصیف فرار میکنه و بیشتر با تکیه به این گفتگوی سیال ذهنی مطالبش رو یا به صورت تکگویی ها با این نقطه روال ها مطالبش رو بیان میکنه. در این گفتگوی سیال درونی هم ما دیدیم که کمتر توصیف هستش، شرح حالت رویداده، یه همچین حالتیه. اگر من اشتباه نمی کنم در این برداشت، میتونی بگی که چرا این فرار از این توصیف و گرایش به این نوع سبک کار موجوده در کارهای ایرونی ها و جمله در کار خودت؟ خب ببین، این صحبتی که شما میکنی عباس عزیز یه مقدار نکته داره توش یا اشکال من باهاش دارم. اول اینکه کارهایی که من منتشر کردم برمیگرده به 15-16 سال پیش. اگر ما 15-16 سال پیش رو به عنوان امروز و الان میگیریم،
درسته. اگر ما امروز و الان رو به عنوان اون چیزی که در 2-3 ساله اخیر داره کار میشه و اگر توجه کرده باشی در همین 1 ساله اخیر داره کار کرده میشه بگیریم، خب این سوالی که شما میکنید وارد نیست قاعدتا. مسئله دیگه این که اون شعری که در ایران نوشته میشه یا شعری که توسط ایرانی ها نوشته میشه یا شعری که توسط زنان در ایران نوشته میشه یا شعری که میدونیم تمام این تعریفایی که تو کردی هر کدومشون باید یا روش میستادیم یا اینکه شاخه به شاخه میرفتیم توضیح بدیم. اینکه شما میگی شعر در واقع روایتگری هست و توصیف نیست، از توصیف دوری میکنه، در شعرهای من کسی که در وسط موقعیت هست موقعیت رو فریاد میکنه یا روایت میکنه یا اطلاع میده اون موقعیت رو، نمیتونه دور وایسته و بعد تصویر اون موقعیت رو ترسیم بکنه. مسئله زنان، فکر میکنم بعضی از زنان شاعر در ایران تونستن به این شناخت برسند که باید بتونن به عنوان شاهد ناظر، شاهدی که همونجا هست و داره تجربه میکنه، حرف بزنن از موقعیت خودشون. اینو فعالان زن میدونن، اما توی عرصه شعر به ندرت پیش میاد که بتونه کسی شعر رو بلافاصله در همون مکانی که داره اتفاق میفته به نمایش بذاره، چون تکنیکه. یعنی شما میتونید تکنیکی به کار ببرید که بیرون از موقعیت باشید، میتونید تکنیکی به کار ببرید که نشان دهنده در میان موقعیت هست. کار من هم دقیقاً همینه، یعنی من دقیقاً از داخل اون موقعیتی که به من داره میگذره حرف میزنم. من در واقع منظورم از کار ادبی امروز همین معاصر، یعنی این 10-15 سال اخیر حداقل. این ادبیات رو من نگاه کردم، دیدم اکثرا رویدادگران است و به مسئله زنان میپردازه، متو از نگاه‌های مختلف. فرضاً من 3 نوع ادبی مختلف دیدم: ادبیات عامیانه زنان، ادبیات متوسط یعنی اون بخشی که تقریبا از مسائل عمومی حرف میزنه ولی در این حال یه نگاه ویژم داره، و ادبیات در واقع نخبه گرای موجود در این مجموعه. یعنی توی این چند سال که من نگاه کردم بیشتر ادبیات متوسط و ادبیات نخبه گرا این حالت درون گرایی رو داره و در این حال ادبیات روایتیه. شاید فرصت توصیف متعلق به یک نوع ادبی دیگه است، اینطور نیست؟ هم به یه نسل دیگه و هم لزوم نداره الان، و هم اینکه شما این رو در نظر بگیرید که جنسیت زن الان در ایران و جنسیت مرد الان در ایران مرزهای کاملا مشخص و جدا نداره، یک. و یک زن جنسیتش تعریف نمیشه به همون راحتی که در چند سال قبل تعریف میشد. یعنی ما وقتی میگیم یک زن، بلافاصله باید اضافه بکنیم که این زن چگونه زنی تعریف میشه. آیا زن استریت هست با اعتقاد به برداشت‌های جامعه پدر سالار؟ آیا زن همجنسگرا هست که قاعدتا نمیتونه معتقد باشه به اون برداشت و باورهای جامعه دیگر سالار؟ و آیا زن ترانسکشوال هست که یک مرحله زندگی رو به عنوان یک مرد در قالب بدن مرد تجربه کرده و آمده؟ ما توی شعرهایی که از تنها زن ترانسکشوالی که داریم توی ایران میبینیم، موقعیت زنانه خیلی متفاوت بر توصیف میشه یا روایت میشه تا زنهایی که از اول به عنوان زن دنیا اومدن و بعد با تعریفهای جامعه پدر سالار از زن بودن اونها همخوانی داشتن، مشکلی هم باهاش نداشتن. شعرهای من یکی از مشخصه هاش اینه که با تعریفهای جامعه مرد سالار از زن و جنسیت زن هیچ همخوانی نداره. البته من خدمتت عرض میکنم که ما در ادبیات قدیم هم
یک جور فرار از توصیف بعضن داشت. مثلا در کارهای مولوی، کارهای مولوی برخلاف فرزان حافظ کمتر تصویرگراییه، کمتر توصیفیه، بلکه بیشتر درونیه. و شاید مثلا علتش در مولوی این باشه که او به فلسفه خاصی اتکا میکنه، در واقع هدف اصلیش حکمت و مثاله ها، در حالی که در فرزند مولوی رو میگی دیگه، نه غزلیات رو، چون غزلیات مثنوی بیشتر مثنوی، چون روایاته، غزلیات که اصولا کمتر روایته، تو شعر عاشقان است در اصطلاح عامش. روایت رو به این معنی نگیریم که آیا روایت قصه است یا نه. روایت خود شعر به عنوان غزل میتونه روایت باشه به دلیل اینکه موقعیت رو داره روی صحنه میذاره. حالا میتونیم سر این تعریف مشخص از این بعدم به توافق برسیم، ولی فعلا من روی این نکته دارم انگشت میذارم که در کارهای مولوی هم فرضاً این نوع فرار از توصیف گرایی حداقل موجوده در روایتاش. اون میگم علت خاص داره. در کارهای شما من دقت کردم و کارهای مشابه امروزی دقت کردم، طبعا نباید یک فلسفه خاص به این مفهومی که مثلا در مولوی عمل کرد داشته باشه، داره داشته باشه، موجود باشه، بلکه من احساس میکنم نوعی فشار اجتماعی و موقعیت زن درش قرار گرفته، این سبب فرار از اون توصیف گرایی و پرداختن به روایت موجود میشه. این طوره به نظر شما؟ این دقیقا همون چیزی بود که من بلافاصله بعد از سوال گفتم. گفتم که به دلیل اینکه زنها در میان موقعیت قرار دارن، شعری که یک زن با اون موقعیت می نویسه باید دور باشه از اون توصیف گرایی. موقعیت هم ببین، موقعیت هم منظور من اینه که زنها همیشه ناچارن بجنگن با چیزی بیرون از فضای زندگی خودشون. موقعیت مسلط نداشتن، چون موقعیت مسلط نداشتن نمیتونن برن بیرون و از بیرون نگاه کنن به این، چون در میانه یک جنگ هستن با اون هویت غالب شده به زن، با جامعه‌ای که به اونها مسلط هست، با تعریفایی که از چهره زن میشه، پس همیشه در میانه یک جنگن و همیشه باید از میانه اون موقعیت حرف بزنن. طبیعی هست که شعر بخشی از زنهای ایرانی روایت یا شرح حالش باشه قبل از هر چیز. درسته، من البته در کارهای شما نوعی اروتیسم هم دیدم که بهش حالا اشاره خواهم کرد، ولی قبل از اون میخوام به این نکته اشاره بکنم که در واقع اون بخش از خلاقیت ادبی و اون بخش از کار در واقع زیبایی شناسی کار شما برمیگرده روی اون نوع گفتار، یعنی دیالوگ های شما به کار میبری، یا مثلا اتکا به یک گفتار درونی. در اینجاست که جبران میکنه تمام، چه در عرصه داستان چه در عرصه شعر، در واقع قیاب اون صنعت‌های ادبی پیشین رو به نوعی جبران میکنه و یک جذابیت ویژه‌ای به وجود میاره. حالا بحث من سر اینه که این نوع گفتار و این نوع درونگرایی در این حال مسئله رو ویژه‌ش هم میکنه، یعنی شخصیش هم میکنه. در این شخصی کردن مسئله چجوری آدم میتونه مثلا اون وقت تعمیمش بده و عمومیش مطرح کنه به صورت عمومی، یعنی جدا از مسئله روایتی که هست، خود این درونگرایی که در گفتار هست، در تکویی درونی آدم هست، این رو مسئله رو شخصی میکنه و یه مقدار تفاوت ایجاد میکنه با موقعیتی که تو داری مثلا توش حرکت میکنی تا خودتو بیان میکنی. این رو چجوری تعادل برقرار میکنی تو؟ ما تعادل برقرار نمی کنیم، یا من تعادل برقرار نمی کنم. من استفاده میکنم از این شیوه برای اینکه یک تجربه مشخص رو بذارم وسط. چون این تجربه مشخص از یک اول شخص آمده که میتونه خودش هم بعد از اون شعر بیاد بیرون و بلنگو رو دست بگیره و دوباره همون شعر رو زندگی بکنه، این مورد مشخص کلن میتونه تعمیم بده
خود به خود. یعنی ما میگیم که مثلا در استکهلم کوه وجود ندارد. اگر من به عنوان کوه در کناره یکی از خیابون‌های استکهلم وایستم، خود من اون در واقع باور قبلی رو رد کردم. وقتی من به عنوان یک شخص در شعر با روایت اول شخص مفرد توضیح میدم که من این هستم و من چه میکنم و من چگونه میبینم، خود به خود این اولین اثرش اینه که چیزی رو ثابت بکنه وجودشو و بعد بشه تمومش داد. من حالا در کارهای شما در اون بخشی که به اروتیسم پردازه، اروتیسم رو به یه شکل خاصی دیدم، پرتان سادیستی یا منظور من کار گرایش نظیر مکلو ساد و اینا نیست، بلکه چون اون بیشتر تحریک آمیزه، یعنی تمام ذهنیتش رو روابط جنسی نه جنسیتی گرفته، ولی در کار شما من اروتیسم رو یه نوع اعتراض بیشتر دیدم و این بیشتر در داستان شما هست و در شعر. طبیعی هم هست که در داستان این جلوه داشته باشه، چون در شعر جای بازی زیادی با اروتیسم به گمان من نیست، در قصه است که این بهتر میتونه خودش بیان بکنه و بروز بکنه. به همین دلیل من که نگاه میکردم میدیدم که این یه جور اعتراضه. اما این اعتراض به چی؟ اگر اعتراض احتمالاً توی شعرها نخوندی، چون شعرها یکی از ویژگی هاشون همین هست، اروتیسیزمی که منظورش در واقع تحریک حسی نیست به عنوان اینکه یه حس اروتیک رو ایجاد بکنه در خواننده، بلکه منظورش این هست که با اون تصویری که زمینه اروتیک داره به ساختار روابط اجتماعی نگاه بکنه و اون ساختار رو مورد اعتراض قرار بده. اتفاقا درست دیدی، من فکر میکنم در داستان ها که این رو دیدی درست بوده و اون لحظه هایی که یه چیزی برداشته میشه و چیزی رو زخم میکنه، میبره تیکه تیکه میکنه، این همون ساختار روابط اجتماعی هست که میره زیر تیغه اون چاقو. توی شعرهای من هم این دیده میشه، خیلی زیاد دیده میشه و میشه توی شعر حتما این کار رو کرد، چرا نشه؟ من نمیگم که نمیشه در شعر یا در شعر شما نیست، ولی در داستان شما جلوه ویژه داره، یعنی در داستان شما بروز میکنه این، یعنی آدم براحتی میتونه سلطه این رو در داستان شما ببینه، ولی در حالی که در شعرها اینجوری نیست. یعنی حالا من بعدا میپردازم به این که چه جوری حالا در داستان شما میاد، ولی در این حال من میخوام اینو بگم که اروتیسم در ادبیات ما بی سابقه نیست. مثلا مولوی جزو کسانیه که به مسئله اروتیسم میپردازه، منتها مسئله مولوی باز اعتراضی نیست در اینجا. مسئله مولوی همونجوری که گفتم رجوع دادن به یه نقطه نظرات ویژه‌ایه که خودش داره، یعنی بر اساس یه فلسفه خاصی میخواد اون رو پیدا بکنه. یا مثلا در کارهای جندقی کرمانی یا در کارهای ایرج میرزا، اینا بیشتر جنبه های مثلا ایرج میرزا و جندقی اینا بیشتر کارهای اجتماعی سیاسی رو مد نظر دارن، یعنی اعتراضشون به درست رواب ممکنه مردسالاری هم باشه، ولی بیشتر به روابط حاکم در جامعه است. آیا شما بیشتر از همه به روابط اجتماعی حاکم اشاره دارید یا به سلطه مرد سالار یا سلطه اروتیسم مرد سالار در جامعه؟ و قاعدتا به عنوان یک زن که داره به اون ساختار نگاه میکنه، به ساختار پدر سالار جامعه که خود به خود نتیجهش ساختار اروتیسم پدر سالارانه هم هست، نه مردانه، پدر سالارانه هم هست، شعر من اعتراض میکنم. و یک نکته ای، در زمانی که مولوی غزلهای هموئروتیک خودش رو مینوشت و اون شعرها خونده میشدن، من اصلا مثنوی های مولوی رو اروتیک نمیبینم، اصلا اونها رو داره داستانی رو توضیح میده و از اون داستان به نتیجه میرسه. حالا اگر احیانا در این داستان داره از چند تا عضو جنسی هم اسم میبره، این اروتیک نیست،
این باز هم داره یه نتیجه‌ای میگیره که منطق خودش رو به قبولونه. اروتیک غزل‌های مولانا هستن و اینکه این غزل‌ها غزل‌های هومو اروتیک هستن، غزل‌هایی نیستن که بر اساس رابطه جنسی سکس و عشق بازی بین یک زوج هتروسکسوال باشه. در همون زمان همین نگاه چون متفاوت با نگاه معمول جامعه، عکس العمل هم ایجاد میکنه. من فکر نمیکنم شعرهای ایرج میرزا اصلا اروتیک باشن. باز هم ایرج میرزا از چند ابزاری که دستش هست استفاده میکنه تا منطق خودش رو توضیح بده. من ندیدم کار اروتیکی، حتی منظومه زهره و منوچهر ایرج میرزا هم باز هم چیز اروتیکی مثلا در اون شعر در برسردار مجلسی اصلا اروتیک نیست. اون داره اعتراض میکنه که بابا یه مشاهدم بیکاره، بیفکره، بیمنطقی. آره، ولی خب به اون نوعی از اروتیسم اشاره میکنه که در جامعه نسبت به اون حساسیت وجود داره. یعنی مثلا تصویر یک زن لخت یکی مشخص برای هم اونا تو جامعه این اروتیسم محسوب میشه. این داره اون رفتار اجتماعی رو ازش صحبت درسته. میکنه درست بعد از انقلاب کتاب های مورد استفاده دانشکده پزشکی رو برداشتن و عکس بدن انسان رو از تو اون کتاب ها در رو بردن. اون عکس ها اروتیک نیستن، طبیعیه که اونا نیستن. نقش بدن یک زن رو که بدون حجاب روی یک در کاروان سرایی کسی میکشه و یه عده‌ای حمله میکنن، این مسئله اروتیک نیست. این مسئله اعتراض به رفتار اجتماعی مردمی هست که نمیتونن زن رو به عنوان یک فردیت جدا از حجاب اجباری خودش ببینن، جدا از حجابی که زن رو به این صورت پیچیده میخواد. ایرج میرزا اصلا توی اون نوشته نمیتونه، حتی اگر بخواد نمیتونه بیاد بگه که جماعت نگاه کنید من دارم میگم یک زن لختی اونجا بود و بعد یک عده حمله کردن که اون نقاشی رو پاک بکنن. این اشتباه فرهنگی ماست که توی جامعه اینقدر نمیبینیم بدن برهنه، اینقدر حرف نمیزنیم از بدن برهنه که اگر احیانا یک کسی به اتفاق هم دستش یا پاش یا مچ پاش بیرون بمونه ما تصور میکنیم این باید اروتیک باشه. نه، من ببین یک نکته دیگر رو میگم. شما توجه داشته باشید به اون نگاه سکسیستی که در جامعه از اروتیک با سکسیست، نه اجازه بدید من حرفم تموم شه، به اون نگاه سکسیستی که زن رو در این قالب فقط بررسی میکنه، در پشت این نوع اروتیسم خاص، یعنی از نظر اون این حرکت و این تصویر اروتیک و بنابراین مخالفشه و نمیخواد این رو نمایش بده، یعنی از نظر اون امیال اروتیکش رو تحریک میکنه و این اعتراضش به اونه، یعنی میپردازه به این جنبه. طبعا در شرایط مختلف این نوع اروتیسمی که مطرح میشه شکلش عوض میشه. امروزه شکلش عوض شد. من اتفاقا در سوالام اینه که شکل اروتیسم امروز از جانب برخی از نویسندگان که با یک موج نو آمدن چه جوریه، چه تفاوتی با گذشته به نظر شما داره؟ اصولا اگر قائلی به این که اروتیسمی در ادبیات ایران موجود بوده، بوده یا الان هست؟ نه میگم اگر قبلا وجود داشته این اروتیسم جدید چه تفاوتی با اون گذشته داره؟ در ادبیات ایران امروز اونقدر آشنایی ندارم. در ادبیات همجنسگرایانه بیشتر